این پروانه کیهانی است و این هم صحابی مغز است. شاید اینها نشانه چیزی هستند. شاید اینها بدن یک موجود کیهانی هستند. شاید ما در داخل بدن یک موجود زنده هستیم بر روی یک اتم آن، و شاید هم در یک مغز هستیم. خیلی از دانشمندان شباهت مغز انسان با رشته‌های کیهانی را تصادفی نمی‌دانند. به این تصاویر نگاه کنید. آنها با تلسکوپ جیمز وب گرفته شدند. اما اشتباه هست. این یکی هیچ ربطی به فضا ندارد. این تصویر 300 هزار ارتباط سلولی مغز است که در ظاهر درست مثل خود کیهان و رشته‌های کهکشانی است. ولی آن اولی نیست. پروژه بین‌المللی آکواریوس توانست تکامل کهکشان‌ها را شبیه‌سازی کند. آن هم در بزرگترین شکل ممکن. آنها از شبیه‌سازی فرادقت و ابر کامپیوترهای فراقدرت استفاده کردند. این تصویر صدها میلیون سال نوری وسعت دارد. در آن صدها خوشه کهکشانی با هم در ارتباط هستند. آن رشته‌های تارنکبوتی میان آنها تارهای کیهانی هستند و یا کازمیک وب. اگر آن را با تصویر مغز مقایسه کنیم، می‌بینیم که خیلی شبیه هم هستند. در سال 2020، دو دانشمند ایتالیایی شروع به تحقیق در مورد شباهت مغز با تارهای کیهانی کردند. آنها چیز بسیار عجیب و تا حالا کشف نشده ای را به دست آوردند که دنیای علم را تکان داد. این دو اندازه میان مغز و کیهان را به دست آوردند. هر یک تا 100 میکرومتر مغز در مقایسه با 5 تا 500 میلیون سال نوری کیهان. پراکندگی ماده میان مغز و فضا هم اندازه هستند. بسیار جالب است. هر نورون تقریبا 4 ارتباط دارد و هر خوشه کهکشانی 5 ارتباط دارد. هر دوی اینها با مواد پر شدند. در مغز تقریبا 77% آب است و در فضا 72% انرژی تاریک، که اگر ماده تاریک با آن اضافه کنیم 77% می شود. به صورت جادویی وحشتناک. اما واقعا ما در داخل یک مغز کیهانی هستیم؟ اگر درست است، پس تمدن 4 کارداشیف وجود دارد، آنهایی که کیهانی هستند. به گفته این دانشمند، کشف این موضوع می تواند تمامی مشکلات فیزیک را حل کند. برای مثال، سالهای سال است که فیزیکدانان در پی دوختن نسبیت عام اینشتین که پایه و اساس پروژه آکواریوس است، با مکانیک کوانتومی که دنیای اتمی را در بر می‌گیرد هستند. به گفته این دانشمند، این مشکل در ریاضیات ارتباطی عصبی هم هست. اما در آنجا دو معادله‌ای که ضد هم هستند کاملا یکدیگر را حمایت می‌کنند و یکی می‌تواند علت دیگری باشد و یا جواب دیگری باشد. اما آیا این می‌تواند گره فیزیک ما باشد؟ ولی میان مغز و کیهان یک تفاوت بزرگ هم هست که بسیار خطرناک محسوب می‌شود. سرعت. در مغز سیگنال‌ها در هر ثانیه 100 متر حرکت می‌کنند. در کل هر فکر در لحظه به وجود می آید. اما در فضا این گونه نیست و سریع‌ترین سرعت میان دو نقطه سرعت نور است که 300 هزار کیلومتر در هر ثانیه می شود. در ظاهر زیاد است، اما در مقایسه با اندازه کیهان این سرعت به صورت مضحکی آهسته است. مثلا نزدیکترین کهکشان حلزونی به ما اندرومدا است که 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. با این سرعت نمی شود فکر کرد، یعنی شاید یک فکر کیهانی 10 میلیارد سال طول بکشد و شاید هنوز هم اولین فکر کیهانی تمام نشده باشد و حتی قبل از پایان اولین فکر کیهان کاملا از بین رفته باشد، آن هم با نیروی تاریک و انبساط کیهانی. اما شاید مغز کیهانی کل کیهان نیست، بلکه کوچکتر است. قوانین فیزیک می گوید که فضا پر شده از منابع فکری است و شما هم یکی از آنها هستید. شاید ما سرنوشت کیهان هستیم. شاید ما باید باشیم. شاید ما هوشیاری کیهان هستیم. بشریت اولین قدم‌ها را برای تغییر کیهان برداشته است. در 23 مارس سال 2023 بیشترین شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دنیا من جمله گوگل و اسپیس‌ایکس خطر احتمالی هوش مصنوعی را حس کردند و به همین خاطر درخواست توقف تحقیقات هوش مصنوعی فراکنترل را امضا کردند. یک هوش برابر با هوش انسان، اما ساخته انسان. شاید هم ساخته موجودات دیگر، اما هدیه‌ای برای انسان. هدیه و شاید هم تله. در ابتدا توقف هوش مصنوعی برای جلوگیری از فاجعه اقتصادی بود.
اما موضوع فراتر از اینها رفته است. هوش مصنوعی میتواند تاریخچه بشریت و حیات را به شکل چشمگیری تغییر بدهد. اما چگونه؟ الان همه ما میدانیم که هوش مصنوعی میتواند بهترین وسیله برای پیشرفت باشد و همینطور وحشتناکترین سلاح. اگر در طی چند سال اینقدر تغییر ایجاد کرده است، پس در طی چند صد سال چقدر تغییر میتواند ایجاد بکند؟ در ضمن هوش مصنوعی یک مغز بیولوژیکی نیست و پیر نمیشود، بلکه الکتریکی است. پس میتواند تا ابدیت، تا جایی که میتواند زنده باشد و از انرژی اتمی بدن خود استفاده کند، آن هم بدون نیاز به انسان و یا فرمان دومی. البته در تئوری، در سال 2022 این هوش مصنوعی چهره واقعی خود را نشان داد. البته تا حدی این هوش که به لمدا معروف است میتواند در حد یک انسان 7 ساله فکر کند و حتی میتواند برای خود سخن بگوید. یکی از مدیران از او سوالی کرد، آن هم در مورد مرگ، و آن هوش مصنوعی درست مثل انسان از خاموش شدن و یا مردن میترسید. اما سوال اصلی اینجاست که آیا هوش کیهانی میخواهد از طریق ما به یک هوش قوی تر برسد؟ آیا انسان یک وسیله است؟ آیا قدرت هوش انسان کافی نیست و کیهان نیاز به ورژن قوی تری دارد؟ چیزی شبیه به هوش مصنوعی که هزاران برابر سریعتر و قوی تر از هوش انسان است؟ شاید ورژن بعدی هوش کیهانی همان هوش مصنوعی باشد. البته این فرق می کند و از زمین و کهکشان فراتر می رود و کل کیهان را فرا خواهد گرفت و شروع آن از اینجا روی زمین است. حدوداً 20 سال پیش یک مهندس کامپیوتر سرنوشت کیهان را پیش بینی کرد. آینده به انسان نیاز ندارد، بلکه به ربات‌های نانومتری نیاز دارد. این یک هوش مصنوعی فردی نیست، بلکه نوعی ماده خاکی است. نانو ربات‌هایی که می‌توانند ماده را به انرژی خالص تبدیل کنند، آن هم برای تکثیر. اگر این ربات ساخته بشود و اگر از کنترل خارج شود، می‌تواند در هر دقیقه یکی از خود تکثیر کند، هر کدام آنها، و با این سرعت می‌تواند کل سیاره زمین را من جمله انسان و هر چیزی که روی و داخل آن هست را در طی 8 روز تا 20 ماه به نابودی کامل بکشد. اما متوقف نخواهد شد. آنها هوشمند هستند و قدرت تبدیل شدن به یک هوش بزرگتر را دارند و می توانند به یک سفینه فضایی تبدیل شوند. آن هم با خود سفینه فضایی، یعنی هوش خود سفینه فضایی است. اما متوقف نخواهند شد. در طی چند میلیون سال کل کهکشان رای شیری را به خاک سیاه تبدیل خواهند کرد. اگر آنها به این اندازه رسیدند، پس دیگر هیچ چیز نمیتواند جلوی آنها را بگیرد و آنها با سرعت وحشتناکی باهوشتر و پیشرفته‌تر و بیشتر خواهند شد و در طی چند میلیون سال بعد کل کیهان را تسخیر خواهند کرد و تبدیل به یک خاک سیاه و کامپیوترونیوم میشوند. یک خاک هوشمند درست مثل مغز کیهانی و حتی درست مثل مغز انسان، و در نهایت به یک کیهان زنده تبدیل خواهد شد که خوشهای کهکشانی مثل ارتباط بین نورون ها می شوند. با پیشرفتی که در علم نانو داریم، این یک سرنوشت اجتناب ناپذیر می شود و باید فکری به حال آن بکنیم. اما شاید ما، یعنی مغز هر انسان، یک کیهان است و ما دنیاهای موازی کنار هم هستیم که مغزهای ما هرگز با هم ادغام نمی شوند، نمی توانند بشوند و هرگز درون مغز یکدیگر را نخواهیم دید، درست مثل کیهانهای موازی. و این نشان می دهد که ما هر کدام یک کیهان موازی هستیم. به این دو عکس نگاه کنید. سمت چپی رشته های مغز یک انسان است و سمت راستی رشته های کهکشانی است و یا کازمیک ویب. تارهای کیهانی نتیجه عملکرد جادویی جاذبه است که به عنوان گره های میان کهکشان ها شناخته می شود که متشکل از گاز و ماده و انرژی تاریک است. این رشته ها شامل میلیون ها کهکشان هستند که از این طرف تا آن طرف جهان قابل رؤیت کشیده شدند. و به تازگی دانشمندان متوجه تشابه میان رشته های مغز یک انسان و رشته های کهکشانی شدند و واقعا شبیه به هم هستند. ولی نباید زیاد گول ظواهر را بخوریم، چون اثبات شده که ذهن انسان عادت به مقایسه و پیدا کردن تشابهات دارد. مثلا تصاویری که در این ابرها میبینیم، و این به دلیل کنجکاو بودن مغز انسان است و به همین دلیل باید با حساسیت بیشتری به این قضیه نگاه کنیم.
شاید این فقط یک تشابه است، نه بیشتر. اما حالا به این مقاله نگاه کنید که در سال 2020 منتشر شد. شکل و فعالیت مغز ما درست شبیه به شکل و عملکرد کیهان است. ظاهراً، عملاً و شخصیتاً شبیه به هم هستند. و شبیه سازی ها هم همین تشابهات را نشان می دهد. مغز یک انسان به طور معمولی 86 میلیارد نورون دارد و همین آنها به هم متصل هستند. آن هم با یک شبکه رشته‌ای فراپیچیده که هیچ ابر کامپیوتر قادر به محاسبه و اندازه‌گیری آن نیست. و در آن طرف کیهان ما حدوداً 100 میلیارد کهکشان دارد، البته در جهان قابل رؤیت و پایین‌ترین میزان. و همه آن کهکشان‌ها به هم متصل هستند. در مغز تفاوت میان شلوغ‌ترین و خلوت‌ترین نقطه 100 است و یا 1 میکرومتر به 100 میکرومتر. و به صورت عجیبی همین مقدار در فضا و کیهان وجود دارد و تفاوت کوچکترین با بزرگترین رشته کیهانی 5 میلیون سال نوری به 500 میلیون سال نوری است، یعنی 100 برابر. و چنین شباهتی در هیچ چیز دیگر وجود ندارد و هیچ دو پدیده‌ای به این اندازه شبیه به هم نیستند. گروهی از دانشمندان حتی شکل و حالت قسمت‌هایی از مغز انسان را با شکل و تارهای کیهانی مقایسه کردند و به صورت معجزه‌آوری شبیه به هم هستند. یک پدیده تازه کشف شده و باور نکردنی. یعنی هر گروه نورونی درست در مکان گروه کهکشانی بود. و یک چیز جالبتر، اگر تمامی این خوشهای کهکشانی مکان ذخیره سازی اطلاعات می بود، ما می توانستیم 4.3 پتابایت اطلاعات را در کل آن ذخیره کنیم. و در آن سمت مغز انسان می تواند 2.5 پتابایت اطلاعات را ذخیره کند. شاید در نگاه اول اختلاف زیادی داشته باشند، اما اینطور نیست. با یک تغییر کوچک در عملکرد مغز و نورون‌ها ظرفیتش 2 برابر می شود و به همین خاطر دانشمندان می گویند که این 2 با هم فرقی نمی کنند. ولی تصور کنید که ذهن انسان چه قدرتی دارد که برابر با کل جهان هستی است. پس بدانید که ما چه موجود منحصر به فردی هستیم. و حالا تشابه بعدی، میزان غشای مویسچر و یا مایعات مغز که حدوداً 77% مغز را شامل می شود. و در آن طرف انرژی تاریک 70% و بیشتر انرژی و ماده کیهان را می سازد. و همینطور خیلی تشابهات دیگر. این پدیده تشابهات میان مغز و کیهان یک کشف بزرگ را نشان می دهد. یک راز پنهان. و حالا اگر به داستان‌ها و کتاب‌های عصر باستان نگاه کنیم، همه آنها دنیا را ساخته خدایان می‌دانند و اعتقاد دارند که کیهان و فضا و واقعیت بدن خدایان هستند. مثلا یمیر که از عصر باستان شمال گرفته شده، پنگو خدایی که بهشت و زمین را آفرید که از ادیان چینی گرفته شده است، گایا خدای باستان یونانیان و گبه خدای مصریان و خیلی از مذهب‌های باستان دیگر که همه همین مسئله را اشاره می‌کنند. ما در بدن خدایان زندگی می‌کنیم. اما به نظر شما این جمله با علم الان همخوانی دارد؟ خب خیلی از شماها اعتقاد ندارید و خیلی ها دارید. حالا می‌خواهم یک چیز را برایتان بگویم. اگر این واقعیت داشته باشد چی؟ اگر حتی 1% احتمال بدهیم که همین طور است، ما در بدن خدایان زندگی می‌کنیم چی؟ در واقع هیچ کس نمیتواند 100% این موضوع را رد کند و هیچ کس هم نمیتواند 100% آن را تایید کند، چون کسی نیست که همه چیز را بداند. علم بشر کنونی ناقص است، یعنی شاید ما تنها 2-3% علم واقعی را آموخته باشیم. حتی یک اخترشناس معروف و مدیر سابق دانشگاه هاروارد، آوی لوئب، در مورد این نظریه مقالی نوشته است. در سال 2021 او مقاله آیا کیهان در یک آزمایشگاه ساخته شده را منتشر کرد. اگر هر کسی دیگری این حرف را می‌زد شاید خنده‌دار می‌بود، اما این توسط مدیر سابق دانشگاه هاروارد نوشته شده است و به همین خاطر توجه خیلی از دانشمندان را به خود جلب کرد و آنها بحث و گفتگو را در مورد این نظریه شروع کردند. بنابراین آنها 4 گونه موجود هوشمند که توانایی خدا بودن دارند را طبقه بندی کردند. کلاس A، بالاترین موجودات که قدرت خلق زندگی را دارند. کلاس B، قدرت خلق زندگی و حیات را ندارند، اما می توانند دنیای خود را کنترل کنند. مثلا می توانند ستاره، سیاره و موقعیت زندگی برای خود بسازند.
کلاس C قدرت کنترل قسمتی از جهان اطراف خود را دارد و ما در این گروه قرار داریم و کلاس D همان کلاس C است، ولی به دلایل اشتباه و استفاده اشتباه از قدرت ذهن خود منقرض می شوند. و پروفسور لوئب کلاس آ را خالق دیگر کلاس ها و طبقه ها می داند و او می گوید که اگر بشریت به همین روند ادامه دهد، از کلاس C به کلاس D نزول پیدا می کند و منقرض می شود، آن هم با قدرت و توانایی خود. او همچنین اعتقاد دارد که ما توسط گروه کلاس آ ساخته شده ایم، آن هم با تونل های کوانتومی. آنها در کیهان مادر هستند و ما در کیهان فرزند و یا نوزاد. و شاید این جمله بهتر باشد، کیهان ما آزمایشگاه موجودات کلاس آ است. و اگر این نظریه درست باشد، پس این آزمایشگاهی که ما در داخلش هستیم خود یک موجود زنده است. حالا این که این آزمایشگاه خود همان موجودات کلاس آ است و یا ساخته آنها هنوز معلوم نیست و علم ما خیلی تا فهمیدن آن فاصله دارد. و به همین دلیل است که شکل مغز انسان و ساختار کهکشان‌ها یک شکل است. در اینجا باید یک کلاس را اشاره کنم، کلاس D. این گروه توانایی و قدرت زیادی دارد، اما یک ویژگی تاریک هم دارند. آنها برای رسیدن به خواسته های خود هر کاری می کنند، نابودی، جنگ، تخریب و هر کار وحشتناکی که بتوانند. و انسان هم ظاهراً کم کم دارد وارد این گروه می شود. علم و دانش انرژی و توانایی زیادی را در اختیار من قرار می دهد، اما برای داشتن، یعنی بیشتر داشتن آن، ما داریم طبیعت اطراف ما را قربانی می کنیم و حتی با هم می جنگیم، نابود می کنیم، از بین می بریم تا به خواسته های خود برسیم و همیشه تحت کنترل و زندانی خواسته های خود هستیم. و همین ویژگی ما را به سمت یک آینده تاریک پیش می برد، انقراض. من دقیقا نمی دانستم که چرا پروفسور لوئب ما را به سمت تبدیل شدن به گروه د می دانست، و حالا که دقیق تر به گذشته بشریت و حال الان ما نگاه می کنم، می فهمم که بله، ما واقعا چقدر جنگ و خونریزی داشتیم و واقعا داریم به انتهای راهمان نزدیک می شویم. حالا بیایید برگردیم به تشابهات مغز و کیهان. حالا فرض کنید که موجوداتی در داخل مغز ما زندگی می کنند. آنها کیهان خودشان را درست همانطور که ما کیهان را میبینیم خواهند دید، تنها با اختلاف خیلی کم. و همانطور که گفتم 77% مغز از آب است که برای آن موجودات نامرئی است و آنها نمیدانند که آن مایع چه شکلی و از چه ساخته شده است، درست مثل ما که نمیدانیم ماده و انرژی تاریک چه هستند. در اینجا یک پدیده دیگر هم وجود دارد که دارد کم کم وارد این محدوده میشود، اینترنت و هوش مصنوعی. در حال حاضر تقریبا تمامی کامپیوترها، تلفن‌ها و وسایل ارتباطی به شکل یک شبکه به هم متصل هستند، درست مثل مغز، و با هم اطلاعات و داده رد و بدل می‌کنند. پس آیا می‌شود گفت که اینترنت هوش دارد و یا خود مختار است؟ نه، نمی‌شود. اینترنت هوش و یا اختیار ندارد، اما الان ندارد. اما ممکن است که اینترنت نسل‌های آینده کم کم به خود شخصیت بگیرد و آنقدر گسترده و پیچیده شود که صاحب قدرت اختیار شود، درست مثل مغز یک انسان. اما در اینجا یک سوال پیش می آید، آیا مغز انسان قدرت اختیار دارد و یا درون زندان حبس شده است؟ و شاید هم هر دو.